سلام، با خبرهای این ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها: محدودسازی فعالیت‌های هسته‌ای ایران، توافق تهران با شش قدرت بزرگ جهان. یک چون فیصله‌ای ما نداشتیم، فیصله ما این بود که افغانستان با توجه به شرایط مشکلی که سر افغان‌ها هست، بیش از سی ده جنگ، قریب 14 جنگ روی حل نیست، باید صلح شود. اطمینان رئیس اجرایه به تامین عدالت در قتل فرخنده. عبدالله میگوید که هر مسئول امنیتی سهلنگار در پیوند به این قتل پاسخ گوست. دلت کافیسا میری، دلت هر جایی که میری، کابل تر پولیس ما دختر دفاع کردن، ما از تو دفاع کردن. خاموشی صدای گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با طالبان. ریاست جمهوری میگوید که تا اکنون هیچ دیدار و نشست با طالبان نداشتند. تا به حال حکومت افغانستان هیچ نوع نشست را با طالبان انجام نداده و زمانی که پروسه صلح آغاز میشه و مذاکرات و نشست ها آغاز میشه، تمام مردم در جریان قرار خواهد گرفتن. و محدودسازی فعالیت‌های هسته‌ای ایران، توافق تهران با شش قدرت بزرگ جهان. من فواد امان هستم. پشتیبانی ارگ ریاست جمهوری از عربستان سعودی در پیوند با اوضاع در یمن مخالف توافقی است که در شورای امنیت ملی شده بود. محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایه، با تاکید بر این مطلب، حمله های عربستان سعودی را بر یمن قانون شکنی جهانی می داند و خواهان متوقف شدن بیدرنگ این حمله هاست. این در حال است که پیش از این کاخ ریاست جمهوری در اعلامیه پشتیبانیش را از عربستان سعودی اعلام کرده است و عبدالله نیز از این اعلامیه اعلام حمایت کرده است. از سوی هم شمار از فعالان جامعه مدنی این تصمیم کاخ ریاست جمهوری را مخالف منافع ملی می دانند. کابل هم رکاب ریاض یا مخالف حمله عربستان بر یمن، یک حکومت دو موضع‌گیری. ارگ اعلام کرده است که در اوضاع کنونی یمن در کنار ریاض است. اکنون محمد محقق حمله عربستان بر یمن را قانون شکنی جهانی می داند و می گوید اعلامیه صادر شده از سوی ارگ مخالف فیصله است که در شورای امنیت بر آن توافق شده بود. یک چنین فیصله را ما نداشتیم. فیصله ما این بود که افغانستان با توجه به شرایط مشکلی که سر افغان ها هست، بیش از سی ده جنگ، قریب 14 جنگ روی حل نیست، باید صلح شود و از سازمان ملل متحد و کنفرانس اسلامی خواسته شود که اقدامات عاجل صلح‌آمیز به خاطر حل قضیه بکن. البته که مسئله حرمین شریفین، او برای همه مسلمان ها مقدس است، اونجا هیچ گونه تعرض قابل قبول نیست که او ارتباط به جنگ یمن هم نداره، برای اینکه یمن هم طرفش مسلمان است. با این هم سخنگوی رئیس جمهور میگوید که اعلامیه صادر شده از سوی ارگ همان اعلامیه است که در شورای امنیت ملی بر آن توافق شده بود. اعلامیه بر اساس فیصله شورای امنیت ملی صادر شده و هیچ اختلاف با فیصله در اجلاس شورای امنیت ملی گرفته شده نداره. از سوی هم عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی اعلامیه ای که از سوی کاخ ریاست جمهوری صادر شده است را تایید کرده است. آقای محقق و سازمان ملل و کنفرانس اسلامی می خواهد تا هرچی زودتر برای متوقف شدن حمله های عربستان بر یمن کاری بکنند. شهید و زخمی از مردم بیدفاع، شما عکسایش در رسانه ها می بینید، همه مسلمان و هم کشته می شود زیر بمباران ها و این برای ما هیچ وقت قابل قبول نیست و من این را خیلی متاسف استم از این کار و آرزو دارم که هر سریعتر ای از طرف سازمان ملل و از طرف کنفرانس اسلامی اقدام شود که ای حملات متوقف شود و ای یک نوع قانون شکنی بین المللی است که یک کشور بیاید سر کشور دیگر حمله کند.
در این میان شماری از نهادهای جامعه مدنی پشتیبانی ارگ از عربستان سعودی در جنگ یمن را مخالف منافع ملی کشور می دانند. اگر این حمایت ها جدی شود باعث می شود که ما هم در تشدید وضعیت وخیم یمن نقش داشته باشیم و این می شود یک تقریبا یک گناه نابخشودنی که در تاریخ ثبت خواهد شد. در حال حاضر اداره بخش های از یمن را شورشیان حوثی به دست گرفتند و عربستان سعودی برای برگشتاندن رئیس جمهوری فراری این کشور یک ائتلاف نظامی ساخته است و بر این کشور حمله کرده است. از سوی دیگر ایران از شورشیان سخت پشتیبانی می کند. از همین رو بسیاری ها به این باور هستند که یمن به میدان جنگ نیابتی میان ایران و عربستان سعودی مبدل شده است. آگاهان به این باور هستند که افغانستان خودش قربانی جنگ های نیابتی شده است و نباید در یک جنگ نیابتی دیگر داخل شود. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی اطمینان می‌دهد کامران قتل فرخنده به کیفر خواهند رسید. عبدالله عبدالله در دیدارش با خانواده فرخنده می‌گوید که چگونگی قتل فرخنده با جدیت بررسی خواهد شد و هر مسئول سهل انگار در این رویداد از آمر حوزه پلیس تا فرمانده پلیس کابل پاسخگوی سهل انگاریشان خواهند بود. رئیس اجرایی می‌گوید که در این رویداد به هیچ کس فرصت استفاده جویی دادن نخواهد شد. پای رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی به خانه فرخنده کشانیده شد. عبدالله عبدالله به خانواده فرخنده اطمینان می دهد که با این رویداد با قاطعیت برخورد خواهد شد. به هیچ صورت این مسئله عادی ترقی نشده بود از ابتدا و تا آخرم با جدیت و قاطعیت دنبال می شود و فضایی که جماعت انجام دادن اونا به جزای خود می رسند. پدر فرخنده از بی‌پروایی فرمانده پلیس کابل در قتل فرخنده سخت انتقاد میکند. از کجا هستی؟ گفتم از کاپیسا. گفت دلت کاپیسا میری، دلت هر جایی که میری کابل ترک بکن، برای از این که حادثه دیگه به وجود میاد. پلیس ما از تو دفاع کرده نتواند، پلیس ما دخترت دفاع کرده، ما از تو دفاع کرده نمیتانم. رئیس اجرایی میگوید که به این نگرانی ها رسیدگی خواهد شد. حادثه صورت گرفته و بسیار مدت طولانی جنجال دوام داشته و اقدام نشده. هیچ اقدامی نشده. کی به حوزه چرا گزارش داده نشده؟ گزارش داده شده در کدام وقت حوزه چه اقدام کرده؟ از حوزه بالاتر قماندانی امنی است. تمام مراجعی که داری دخیل هستند از لحاظ امنیت. کمیسیون حقیقت یاب قتل فرخنده یک بار دیگر بر بیگناهی فرخنده تاکید می‌ورزد. عجب که یک کسی حافظ قرآن هم باشه، به متن قرآن هم آگاه باشه. بله. او باز قرآن می سوزانه، این کدام عقل امیر قبول می ده. با این هم، این خانواده با اشاره به سهل‌انگاری هایی که در جلوگیری از قتل فرخنده شده است، خواهان عدالت است و بر امنیت اعضای خانواده تاکید می‌ورزد. این درد بسیار حزین بود و دردی بود که اگر بالای یک کو این درد می آمد برداشت این درد نداشت، اما این ملت افغانستان بود که با غم شریکی و با متانت و با بزرگی خود با خانواده ما این غم با ما تقسیم کردند و این درد ما را کاستند. پس از کشته شدن فرخنده شماری از چهره ها با شتاب زدگی از این رویداد استقبال کردند. این شتاب زدگی با انتقادهای سختی روبرو شد و مردم خواهان برکناری این چهره ها شدند. اما حکومت در نخستین اقدام سیمین حسن‌زاده معین وزارت اطلاعات و فرهنگ را برکنار کرد. یک مقام نزدیک بر ریاست جمهوری میگوید که برکناری معین وزارت اطلاعات و فرهنگ نخستین گام بود و این کار ادامه خواهد یافت. حکومت افغانستان تا اکنون هیچ دیدار و نشست آشکار و پنهانی با طالبان نداشته است. سخنگوی رئیس جمهور پخش گزارش ها را درباره هر گونه دیدار نمایندگان حکومت افغانستان با طالبان به بنیاد می داند. از سوی هم سخنگوی رئیس جمهور می گوید که یک دشمنی اعلام ناشده میان حکومت های افغانستان و پاکستان وجود دارد و کابل می خواهد تا نخواست این دشمنی از میان برداشته شود. اما معاون ریاست اجرایی می گوید که وی هیچ آگاهی از روند گفتگوهای صلح ندارد و هر اقدام در این پیوند تنها از سوی رئیس جمهور، شورای امنیت و شورای عالی صلح صورت گرفته است. سر و صداها درباره آغاز گفتگوهای صلح با طالبان
به یک بارگی خاموش شدند. ظاهراً قرار بود این گفتگوها در ماه هود آغاز شوند. سخنگوی رئیس جمهور میگوید که هیچ گفتگوی آشکار و پنهانی تا کنون با طالبان انجام نشده است. تا به حال حکومت افغانستان هیچ نشست را با طالبان انجام نداده و زمانی که پروسه صلح آغاز میشه و مذاکرات و نشست ها آغاز میشه، تمام مردم در جریان قرار خواهد گرفتن. تمام مسائلی که در مورد نشست های پنهانی صحبت میشه همش افواه است، شایع است و صحت نداره. در حالی که خوشبینی ها درباره تعهد پاکستان برای کشانیدن طالبان به میز گفتگوهای استال وجود داشتن، اما اکنون حکومت افغانستان میگوید که حکومت در گام نخست باید با پاکستان به صلح برسد. مسئله اساسی ای است که ما میخواهیم اول با پاکستان به صلح برسیم. تعریف را که رئیس جمهور از روابط افغانستان با پاکستان کردن، کمتای پاکستانیشان هم او تعریف رد نکردن، این بود که یک خصومت اعلام ناشده بین دو کشور در 13 سال اخیر جریان داشت. اینمی به ذات خود یک دستاور دکلان است که روابط ما با پاکستان تعریف میشه و به خاطر ای که ما چگونه بریم به سوی یک صلح اعلام شده، همکاری های لازم صورت می گیره. از سوی دیگر ظاهراً دیده می شود که یک بخش حکومت وحدت ملی از چگونگی گفتگوهای صلح و آمادگی پاکستان برای کشانیدن طالبان به میز گفتگوهای صلح هیچ آگاهی ندارد. من خود من هیچ گونه آگاهی درباره پروسه صلح و مذاکرات صلح و رفت آمدایی که در پاکستان می شه، در عربستان می شه و طرف ها که ما قرنطینه هستیم هیچ اطلاعی ندارم. بین همین شورای امنیت و شورای صلح و رئیس جمهور است. آغاز گفتگوهای صلح پس از آن داغ شد که نظامیان پاکستانی به رئیس جمهور وعده سپردند که در این زمینه کابل را کمک خواهند کرد. پس از آن رئیس جمهور غنی با خوشبینی از این تعهد رایزنی ها را در این باره آغاز کرد و مقام های حکومت گفتند که در نیمه های ماه اوت این گفتگوها آغاز خواهند شد. اما از آن زمان یک ماه می گذرد و تا کنون هیچ نشانه از آغاز این گفتگوها دیده نمی شود. سه کمیسیون مجلس نمایندگان بررسی سندهای 16 نامزد وزیر را آغاز کردند. کمیسیون های روابط جهانی و تحصیلات عالی مجلس نمایندگان می گویند که در میان این نامزد وزیران چهره های دارای دو شهروندی کمتر دیده می شوند و بررسی سندهای آنان در هفته آینده به پایان خواهد رسید. از سوی هم هیئت اداری مجلس نمایندگان می گوید که پس از پایان بررسی سندهای نامزد وزیران، آنان در پایان هفته آینده برنامه هایشان را معرفی می کنند و در آغاز هفته دیگر برای این نامزدان صندوق رأی گذاشته خواهند شد. همزمان با معرفی 16 نامزد وزیر به مجلس نمایندگان، کمیسیون های تحصیلات عالی، فرهنگی و روابط جهانی این مجلس بررسی سندهای آنان را آغاز کردند. این سه کمیسیون در نامه های جداگانه به وزارت های تحصیلات عالی، امور خارجه، معارف، امور داخله و اداره عالی مبارزه با فساد اداری خواستار معلومات در مورد 16 نامزد وزیر شدند. وقتی که جواب رسید و جواب آنها مطابقت با اسنادی که به پیش ما هست، اینا رو با هم مطابقت میدیم. وقتی که مطابقت کرد و متیقن شدیم، باز اینا رو به کمیته به هیئت اداری میسپاریم که به اجندا گرفته بشه. کمیسیون روابط جهانی میگوید که در میان نامزد وزیران چهره های دو شهروندی کم تر دیده میشوند و نیز سید سعادت منصور نادری نامزد وزارت شهرسازی اسناد انصراف شهروندی دوگانه اش را به شورای ملی فرستاده است. مشتش معلومات را غلی دی په دې وزیر صاحبانو کې دوه تابعیته فکر کوم نسته او که هم هغه خپل تر تابعیت تیر سوي دي، نو موږ ته سبا زموږ د مکتوبو جوابونه راځي. د جواب په وخت کې بیا موږ ته معلومیږي چې څوک پاتې دي، څوک شته، څوک نسته. قرار است که بررسی های سندهای نامزد وزیران و معرفی برنامه هایشان در هفته آینده به پایان برسند و نیز در روزهای نخست هفته بعدی برای آنان صندوق رای گذاشته خواهد شد. من کوشش کو په دې راتلونکي هفته کې د دوشنبه ورځې نه خو موږ کوم رسمي اجنډا نه ونیولې، د وزیر صاحبانو لپاره هم ریزرو کړی و
که څومره زر وکولای سي دغه مکتوبونو جواب مونږ ته راسي د هغوی په رڼا کې به انشاءالله تعالی مونږ برنامه د دوی د معرفت شروع کوو چې دوی راسي هلته خپلې برنامې رایه کړي. نو ما په آن د بکسو برنامه یا رایه د اعتماد به په راتلونکې هفته کې کیږي. گفته می شود که رئیس جمهور به هیئت اداری مجلس نمایندگان گفته است که در هفته آینده نامزد وزارت دفاع ملی و نامزد لوی سارنوالی را نیز به شورای ملی معرفی می کند. اما از معرفی نامزد بانک مرکزی و دادگاه عالی هنوز هم خبری نیست. اگر انتخابات مجلس نمایندگان در زمان معین آن برگزار نشود، ادامه کار این مجلس مخالف قانون اساسی است. رئیس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان میگوید که بر بنیاد قانون اساسی کار این مجلس در روز اول ماه سرطان امسال پایان می‌یابد و اگر دوره کاری مجلس نمایندگان برای یک سال دیگر تمدید شود، مشروعیت ندارد. تأخیر در آوردن اصلاحات در نظام انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتی بر برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان سایه انداخته است. بر بنیاد قانون اساسی دوره کار مجلس نمایندگان تا کمتر از 3 ماه دیگر به پایان می‌رسد. اما تا کنون از زمان دقیق برگزاری انتخابات خبر نیست. رئیس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان می‌گوید که اگر دوره کار این مجلس بر بنیاد مصلحت ها تمدید شود، مشروعیت ندارد. این مخالف حکم صریح قانون اساسی افغانستان هست. ما مصلحت عمومی یک چیزی هستند که در ارتباط ما چیزی گفتن نمیتونیم. شاید ممکنه دوام کار شورا به اساس فیصله 3 قوا و در نظر داشت مصلحت عمومی و تدارک پول و تامین امنیت و آوردن اصلاحات در ساختار سیستم انتخابات اگر یک وقت دوام پیدا بکنه، طبعا او به اساس یک حکم مجزایی تحت عنوان مسئولیت کلی شاید ممکنه کدام فیصله اگر صورت بگیره. در همین حال معاون دوم رئیس جمهور آوردن اصلاحات را در نظام انتخابات از اصلهای مهم می داند و از برگزاری انتخابات در سال آینده سخن می زند. و امیدواریم با اقداماتی که صورت می گیرد در سال آینده یک انتخابات شفاف و عادلانه پارلمانی و عاری از هر نوع تخطی و تخلف داشته باشیم. تأخیر در برگزاری انتخابات نه تنها بر مشروعیت کار مجلس اثر خواهد گذاشت، بل بر بنیاد توافقنامه حکومت وحدت ملی پس از ایجاد این حکومت تا 2 سال دیگر برای آوردن تعدیل در قانون اساسی لوی جرگه برگزار شود. این لوی جرگه هنگام برگزار شده می تواند که شوراهای ولسوالی موجود باشند، اما به نظر می رسد که انتخابات شوراهای ولسوالی و انتخابات مجلس نمایندگان به علت آوردن اصلاحات در نظام انتخابات با تأخیر برگزار خواهند شد. وقتی که سال آینده انتخابات شورای ولسوالی و پارلمانی را ما داشته باشیم، تا نتایج از این اعلام شود، تا شورا کار خود شروع کنه، شورای ولسوالی کار خود شروع بکنه، بعد اونا نمایندگان را انتخاب کنه در مجلس سینا و مشران و جرگه، یک زمان زیاد را فرا خواهد در بر خواهد گرفت. یقینا امکان داره که از او زمان و موعدی که در حکومت توافقنامه توافق شده روی از او لوی جرگه برگزار نشود. تمامی این نارسایی ها برمی گردد با آوردن اصلاحات در نظام و کمیسیون های انتخاباتی. اما از آوردن این اصلاحات هم تا کنون خبر نیست. کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی که بیشتر از 10 روز می شود ایجاد شده است، به علت اختلاف نظرها میان رهبران حکومت وحدت ملی هنوز به کارش آغاز نکرده است. ادامه خبرها را پس از وقفه کوتاه دنبال می کنیم. اما پیش از آن، برنده شدن شرکت مرسدس بنز آلمان در نمایشگاه موترهای جهان. با ادامه خبرها خوش آمدید. دست یافتن ایران و گروه 5 به اضافه 1 به چهارچوب یک توافق هسته‌ای با استقبال شمار از کشورهای جهان به شمول افغانستان روبرو شده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا این توافق را برای محدود ساختن فعالیت‌های هسته‌ای ایران یک تفاهم تاریخی می‌داند. اما اسرائیل دستیابی ایران و قدرت‌های بزرگ جهان به این توافق را خشمگین می‌داند.
نمایندگان ایران و گروه پنج به اضافه یک پس از 18 ماه گفتگو در کشورهای گوناگون جهان سرانجام در شهر لوزان سوئیس به چارچوب یک توافق هسته‌ای دست یافتند. توافقی که بر بنیاد آن فعالیت‌های هسته‌ای ایران محدود خواهند شد. بر بنیاد برنامه فراگیر اقدام مشترک ایران پذیرفته است که غنی‌سازی یورانیم را بیش از 3.67% حداقل برای 15 سال انجام ندهد. بازرسان اجازه بازرسی از معادن یورانیم ایران را دارند. در عوض تحریم‌های جهانی بر ایران در چند مرحله برداشته خواهند شد و اگر ایران بر بنیاد این توافق عمل کند، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ایران ملغا خواهند شد. شماره از رهبران جهان به ویژه باراک اوباما از این توافق خرسند شده است. این چارچوب تمامی مسیرها را برای دستیابی ایران به جنگ‌افزارهای هسته‌ای قطع می‌کند. ایران در پیوند با فعالیت‌های هسته‌ایش با محدودیت‌های سخت روبرو خواهد شد. از سوی دیگر وزیر خارجه فرانسه دست یافتن به این توافق را برای جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ‌افزارهای هسته‌ای یک گام مهم می‌داند. این یک گام بسیار مهم است، اما تاکنون تکمیل نشده است. پایان کار در پایان ماه جون سال روان میلادی روشن خواهد شد. به دنبال دست یافتن ایران و 6 قدرت بزرگ جهان به چارچوب توافق هسته‌ای، شمار از شهروندان ایران به جاده‌های تهران ریختند و به رقص و پایکوبی پرداختند. بهتر اتفاقی که میتونست بیفته اول سال خوشحالیم دیگه. رابطه بین ایران و اروپا خیلی بهتر میشه، رابطه بین کشور ایران و کشورهای دیگه. شمار دیگر از باشندگان تهران از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با حیث یک قهرمان استقبال کردند. بر اساس روندی که باید طی بشه، طرفین میتوانند از اجرای تعهدات خودشون در صورت نقض تعهدات توسط طرف مقابل امتناع بکنند. با این هم اسرائیل توافق انجام شده میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان را بسیار خطرناک می‌داند. این معامله یک گام بسیار خطرناک است. این توافق سبب می‌شود که زیربناهای هسته‌ای ایران سالم باقی بمانند و ایران به جنگ‌افزارهای هسته‌ای دست یابد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد، نخست وزیر آلمان و وزیر خارجه ترکیه میگویند که این توافق زمینه را برای گسترش صلح و ثبات در خاورمیانه فراهم خواهد ساخت، اما نیاز است تا ایران باید بر بنیاد این توافق انجام شده عمل کند. از سوی دیگر پادشاه عربستان سعودی میگوید که وی امیدوار است تا توافق نهایی هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان به بهبود صلح و ثبات در منطقه و جهان بیانجامد. قرار است 6 قدرت بزرگ جهان و ایران تا پایان ماه جون سال روان میلادی پیشنویس یک توافق فراگیر هسته‌ای را آماده سازند. شرکت موترسازی مرسدس بنز آلمان جوایز موترهای سال 2015 را در نمایشگاه جهانی موتر نیویورک از آن خود کرد. شرکت مرسدس بنز جوایز موتر سال، موتر لوکس سال و موتر با عملکرد بالا را با مدل‌های سی کلاس، اس کلاس و ای ام جی جی تی در نمایشگاه موتر نیویورک به دست آورد. تا لحظات دیگر. اتهام بی‌توجهی به شهرداری و در بازسازی جاده‌های شهر کابل. با ادامه خبرها خوش آمدید. شمار از باشندگان پایتخت با انتقاد از شهرداری کابل میگویند که هنوز همین نهاد به بازسازی برخی از جاده‌های مهم پایتخت اقدام نکرده. باشندگان بخش های گوناگون پایتخت میگویند که جاده های کارته نو، پروان سوم و شمار از جاده های پر رفت آمد دیگر در شهر کابل از سالها به این سو وضعیت بد دارند. آگاهان نیز شهرداری کابل را به بی‌کفایتی در بازسازی جاده های درون شهری متهم می سازند. در فصل سرما به علت نامناسب بودن هوا، عملی شدن پروژه های جاده سازی در شهر متوقف بودند. اما اکنون که زمان کار بازسازی جاده ها مساعد است، هیچ آمادگی برای اثرگیری کار پروژه های جاده سازی در پایتخت
چشم نمیخورد. دولت نمونگ در تقضا دورا جدا سرک جور که در مشکل دخل کرا پشید. در هر سایه افغانستان کس از لحاظ سرک مردم مشکلات داره، مشکلات خود داره. بخصوص در سایه کارتینو این سرک نیست، بحر است. در این حال شماری از آگاهان اقتصاد نیز کارکرد شهرداری را در ساخت جاده ها انتقاد می کنند. غفلت کاری از یک جهت و ثانیاً خود سرپرستی شهرداری کابل می تانه یک نمونه کلان باشه. از روی هم سرپرست شهرداری کابل می گوید به زودی کار ساخت جاده های کارته نو، سرای شمالی و پروانه سوم را آغاز خواهند کرد. ما هیچ مشکلی نداریم، پولم برش وجود دارد، دیزاین شده، سروی شده، نقشه شده، به اصطلاح قراردادیش هم مشخص شده، فقط منتظر منظوری استیم که از اون اداره امور، از اون بخش رکتوال تمام قراردادها را میبینن، منظوریش بیاییم ما بخیر کار شروع میکنم. در این حال سرپرست شهرداری کابل میگوید که قرار است در سال جاری 100 کیلومتر جاده در پایتخت بازسازی شود. اما شماری از آگاهان بخش جاده سازی میگویند تا زمانی که شهرداری نظارتش را از روند ساخت جاده های شهری بیشتر نسازد، مشکل تخریب زود هنگام جاده ها در پایتخت پا بر جا خواهند بود. از توجهتان به خبرهای این ساعت سپاس. شبتان خوش.